امروز زبان بدن رو به صورت حرفه‌ای که توسط افراد مهم انجام میشه بررسی میکنیم و شما رو با این موضوع آشنا میکنیم. همچنین همه افراد از جمله من و شما گاهی بر اساس مکانیزم طبیعی بدنمون حرکاتی رو از خودمون نشون میدیم که میتونه احساس یا افکارمون رو لو بده. بنابراین با من در این آموزش مهم همراه باشین. درود به همه، اینجا کانال اسرار ماوراست. همه ما در شرایط مختلف مثل خوشحالی، استرس، ترس، هیجان، کنجکاوی، خشم، پشیمانی و بسیاری از حالات دیگه به صورت فیزیکی تغییراتی از خودمون رو به نمایش میذاریم که این حالت ها میتونن احساس درونی ما و حتی گاهی اوقات افکارمون رو هویدا کنن. امروز تعدادی از حالات معروف و متداول که برای همه پیش میاد و بررسی میکنیم و بعد به سراغ افراد مهم جهان میریم تا شما متوجه بشین که اکثر این افراد به خاطر موقعیت خاصی که دارن سعی میکنن زبان بدن کنترل شده و از پیش تعیین شده ای رو به نمایش بذارن. قرار گرفتن دستا به این شکل جلوی بدن نشونه استرسه که معمولاً فرد با آستین لباسش یا بند ساعتش ممکنه ور بره. حالت استرس رو در چهره هم میشه با کمی دقت تشخیص داد. اشاره کردن با دست در حین صحبت کردن در حالی که هم دست هم چشم‌ها دقیقاً به سمت فرد مورد نظر باشن نشونه عصبی بودن و پرخاشگریه. شخص در اون حالت سعی داره حرف خودشو به شخص مقابل تحمیل کنه. اما اگه فرد با انگوش به چیزی غیر از فرد مورد نظر اشاره میکنه که زاویه دیدش با جهت انگشتش هم جهت نباشه، یعنی اینکه اون فرد میخواد تأکید کنه چیزی که میگه حقیقت داره یا بهش اعتقاد داره اما در حقیقت اینطور نیست و خودش اعتقادی به اون حرفی که میزنه نداره. خنده هایی که واقعی و از ته دل باشن به میزان بیشتری دهن رو باز میکنن و خنده های کوچک معمولا مصنوعی هستن. به چشم‌ها و دهان در عین خنده های واقعی و مصنوعی دقت کنید. در خنده های کاذب گاهی شخص سعی داره مؤدب به نظر برسه یا با چیزی موافقت ظاهری خودش رو نشون بده اما در حقیقت اینطور نیست. در مواقع ناراحتی و تأسف عمیق و واقعی زیاد این حالت پیش میاد که فرد سرش رو پایین میندازه و معمولاً با دست قسمتی از دهان رو میپوشونه و نگاهش هم به پایین میندازه و چشماش رو میبنده. باد کردن لب معمولاً به این خاطره که فرد در موقعیت استرس دا هستش و میخواد از این موقعیت خلاص بشه. معمولاً در دادگاه و مسابقات ورزشی دیده میشه و جراحان قبل عمل سخت یا بعد از اون این حالت رو بروز میدن. این حالت که خیلی معروفه و فرد دستاش روی سرش یا اطرافش میگیره نشونه حسرت و فرصت از دست رفته هستش. در این تصویر ترس و اضطراب رو مشاهده میکنین. چشم ها بیش از حد نرمال باز شدن که نشونه ترسه و لب ها به هم فشرده شدن که نشونه اضطرابه. کیانو در اینجا دهانش رو با دستش پوشونده، در واقع خنده خودش رو مخفی کرده. این حالت نشون میده که فرد در اون لحظه خجالت کشیده یا احساس کرده که باید ادب و نجابت رو حفظ کنه. نزدیک کردن دسته عینک یا خودکار یا مداد به دهان نشونه اینه که فرد در اون لحظه نیاز به فکر کردن داره و اغلب اوقات هم از چیزی کمی نگران یا ناراحته. اما اگه دسته عینک یا مداد یا خودکار رو کامل داخل دهانش کنه نشونه استرابه. این حالت که به نمسته معروفه در شرق مرسومه و به غرب هم رفته. افراد در این حالت قصد دارن به شما نشون بدن که براتون احترام قائل هستن و مشکلی با شما ندارن، یعنی حالت دوستان است. اما باید حواستون باشه که بعضی از این حالت گاهی سوء استفاده میکنن و میخوان خودشون رو فرد خوبی نشون بدن. بنابراین وقتی این حالت رو میبینین باید دقت بیشتری داشته باشین. مثلا در این تصویر فردی که این حالت رو در برابر قاضی و مردم نشون میده در نهایت مشخص میشه که در تجارت مواد مخدر دست داشته و فرد گناهکاریه.
مدل دیگه از خنده وجود داره که خنده زورکی هستش و معمولا در حین انجامش فرد بدن یا سرشو میخارونه. این حالت یعنی فرد در موقعیتی قرار گرفته که پذیرشش براش سخته. معمولا در مسابقات ورزشی وقتی به طور غیرقابل انتظاری تیم‌ها شکست می‌خورن این حالت رو بروز میدن. اگه این حالت رو در فردی دیدین یعنی سعی داره چیزی رو از شما پنهان کنه. اگه دستاش رو به این شکل جلوی قسمتی از گردن یا صورتش گرفت و سعی کرد اون قسمت رو بپوشونه نشون میده که سعی در مخفی کردن موضوعی داره که اون لحظه به اون موضوع اشاره شده. شما با دیدن این صحنه میتونین بیشتر به موضوعی که اون لحظه گفته شده بپردازین و واکنش‌های بیشتری هم از فرد خواهید دید. به حالت دهان در این حالت نگاه کنین. به یه سیگنال مخالفت میگن. هر وقت این حالت رو دیدین یعنی شخص با چیزی که دیده یا شنیده موافق نیست. این عمل همچنین اعتماد به نفس بالای اون فرد رو هم نشون میده، چون فرد آشکارا داره در چهرهش تغییر واضح ایجاد میکنه. اگر در حین گفتگو طرف مقابلتون سرشو کمی گردون و بهتون نگاه کرد یعنی احساس بی‌اعتمادی یا ناامیدی کرده و از حرفی که زدید یا کاری که کردید خوشحال نیست. لبخند ملی با این طرز نگاه کردن که معمولا یکی از چشم‌ها تنگ‌تر از دیگری میشه یعنی حالت شک. حتما فرد به چیزی شک کرده و اون لحظه ذهنش درگیرش شده. این جست معمولا به جست همدلی معروفه، یعنی فرد میخواد با شخصی یا موقعیتی همدلی کنه اما عمیقا متأثر نیست، چون اگه باشه سرش به سمت پایین متمایل میشه و نگاهش به سمت زمین میفته یا چشمانش رو میبنده. در عکس مربوط به ویلیام که یک مسئول دولتیه دارن ازش برای حادثه انفجار سکوی نفتی بازخواست میکنن و در این لحظه وقتی صحبتهای شاهدان واقعه رو میشنوه نشون میده که باهاشون احساس همدردی میکنه، که ما میدونیم این بیشتر حالت نمایشی داره. وقتی کسی صحبت میکنه و فرد دیگه‌ای واقعا در حال گوش دادن به صحبتهاش باشه، اگه به صورت اغراق شده و خیلی آشکار صورتشو بخارونه یعنی با حرفی که شنیده موافق نیست. معمولا اگه واقعا صورت شخص در این لحظه خارش پیدا کنه به صورت آروم و جزئی طوری که خیلی توی چشم نباشه و دیدنش بی‌ادبی نباشه صورتشو میخارونه، اما اگه خیلی آشکار و تو چشم طوری که ترکیب صورتش تغییر کنه این کار انجام بده یعنی داره مخالفت درونی خودشو به صورت ناخودآگاه یا خودآگاه آشکار میکنه، چون اجازه نداره یا نمیخواد علناً مخالفتشو به صورت زبانی اعلام کنه. حالت دیگه از حس ترس رو مشاهده میکنین که با کمی تعجب همراهه. چشمها بیش از حد معمول از هم باز شدن و ابروها بالاتر از جایی که بودن رفتن. همینطور دهان باز شده طوری که دندونهای پایینی معلوم شدن. معلوم شدن دندونهای پایین معمولاً در حالتهای ترس، تعجب یا خشم اتفاق میفته. دست به کمر یکی از معروفترین حالتهای زبان بدنه. در این حالت فرد سعی داره اقتدار خودش رو نشون بقیه بده. معمولاً این عمل به صورت ارادی و عمدی انجام میشه. خب بریم سراغ لحظات حساس سیاستمدارا. از بین سیاستمدارای معروف بایدن و پوتین بهترین زبان بدن رو دارن و لحظات شگفت‌انگیزی هم به نمایش گذاشتن. البته بایدن به دلیل کهولت سن و مشکلاتی که داره باعث شده خیلی این نکته مثبتش رو کسی نبینه و بهش دقت نکنه. پوتین همیشه در جلساتی که با سران کشورهای دیگه داره طوری میشینه که پاهاش بازتر از دیگری باشه و این کار رو به صورت ماکسیموم حالت انجام میده که کسی نتونه پاشو بیشتر باز کنه. این حالت در زبان بدن نشونه اقتدار و قدرته و نشون میده فرد جایگاه بالاتری داره. در این عکس پاک کردن دهان با دست هم اتفاق افتاده که معنیش اینه اوضاع دقیقا اونطور که مد نظر پوتین بوده پیش نرفته و از چیزی نگران شده. پوتین معمولا سعی میکنه زبان بدن شخصیت آلفا رو از خودش بروز بده. ترامپ هم همینطوره.
و ترام معمولاً با حرکات دست این کار انجام میده. پوتین در دست دادن یه حرکت جالب داره که همیشه دستشو طوری به سمت طرف مقابل میاره که کف دستش به سمت پایین متمایل شده، یعنی از بالا به پایین دست میده. دستشو به صورت صاف به طرف شخص نمیگیره و دستشو به سمت زمین کج میکنه. در این حالت کسی که میخواد با پوتین دست بده مجبور میشه به جای اینکه دستشو صاف بگیره از مچ بچرخونه و تو حالت ضعف قرار میگیره و پوتین حالت بالاتر رو پیدا میکنه. وقتی که پوتین به اوکراین حمله کرد، خبرنگارا با نگرانی از بایدن سوال کردن: حالا که روسیه به اوکراین حمله کرده، شما میخواید چه کار کنید؟ بایدن در جواب خبرنگارا این حرکت جالبا از خودش بروز داد. جرم دندونش رو تمیز کرد در حالی که خنده تمسخرآمیزی میزد. این یعنی این موضوع برای ما اندازه جرم لای دندون ارزش داره و به راحتی تمیزش میکنیم و برامون چیز مسخره ایه. همونطور که گفتم، با اینکه باورش سخته، اما بایدن زبان بدن فوق‌العاده قوی داره که به خاطر ضعف‌ها و سن بالایی که داره این ویژگی مثبتش خیلی خودش رو نشون نمیده. در اینجا شما حالتی رو میبینین که مکرون و مرکل شبیهن و شینزو آبه و ترامپ هم شبیهن. حالت ترامپ و آبه یعنی نسبت به مسئلهی که مطرح شده بی تفاوتن و براشون مهم نیست. همچنین اونا از نتیجه کار مطمئنن. اما حالت مرکل و مکرون نشونه اعتراض داشتن و هم نظر نبودن با اوناست و قصد دارن نظر طرفهای مقابل رو تغییر بدن. از میان رئیس جمهورهای اخیر آمریکا، باراک اوباما ضعیف‌ترین زبان بدن رو داره که اکثر اوقات هم تمایلات درونی و افکارش رو لو میده. ترامپ حد متوسط و نرمال رو داره و بایدن هم بالاترین سطح رو داره. نظرتون در مورد این موضوع چیه؟ و هر سوالی که دارین در کانال یوتیوب اسرار ماورا بپرسید.